سلام به خلاصه خبرهای امروز خوش آمدید حبیب اسکر اولادی خواهان حل و فصل مسئله میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد به گزارش خبرگزاری فارس آقای اسکر اولادی از اعضای حزب محافظه کار متلفه اسلامی اعلام کرده است این موضوع قفلی است که اگر باز نشود در انتخابات آینده هم دچار مشکل خواهیم شد پیش از این نیز حبیب الله اسکرولادی میر حسین موسوی و مهدی کروبی را برادران خود نامیده و گفته بود آنها مجرم نیستند میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران بیش از دو سال است که در خانه های خود زندانی هستند شیرین عبادی خواستار رسیدگی به وضعیت دراویش زندانی شد. خانم عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل روز سهشنبه در نامه به احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران این درخواست را مطرح کرده است خانم عبادی در این نامه نسبت به وضعیت کسران نوری و صالح الدین مرادی دو تن از دراویش گنابادی که در اعتراض به بازداشت وکلای خود از روز 27 دیماه سال گذشته دست به اعتصاب غذا زدند هشدار داده است در شهریور ماه سال 90 رسانه ها از بازداشت چهار نفر از وکلای دراویش گنابادی به همراه سه درویش دیگر خبر دادند این وکلا قرار بود در دادگاه انقلاب محاکمه شوند اما در اعتراض به نحوه بازداشت و شرایطی که در زندان داشتند از حضور در دادگاه خودداری کردند و در پی آن به سلول های انفرادی منتقل شدند احمد شهید از جوان سال 2011 میلادی به عنوان گزارش ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران انتخاب شده و هفته گذشته در این سمت ابغا شد. صادرات نفت ایران به هند کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز صدور نفت ایران به هند در ماهای آوریل تا فوریه با 24 درصد کاهش به 271 میلیون و 200 هزار بشکه در روز رسیده است. این دومین کاهش قابل توجه صادرات نفت ایران به هندوستان از آوریل سال 2012 تا کنون است. پیش از این نیز اعلام شده بود صادرات نفت ایران به هند به نسبت سال گذشته کاهشی 43 درصدی داشته است. بسیاری از شرکت های بیمه از بیمه کردن کشتی های حامل نفت ایران خودداری می کنند و عدم همکاری شرکت های بیمه محلی هند نیز سبب شده است تا این کشور در زمین صدور بیمه های جدید از اتحادیه اروپا درخواست کمک کند مناسبات تجاری ایران و دوبه یک سوم کاهش داشته است به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از احمد بوتی احمد رئیس گمرک دبی مبادلات تجاری میان ایران و دبی در سال 2012 میلادی 25 میلیارد درهم بوده است این میزان در مقایسه با تجارت 36 میلیارد درهمی سال 2011 کاهشی در حدود 31 درصد را نشان می‌دهد به گفته آقای احمد این کاهش بیشتر بیشتر به دلیل نگرانی مراکز مالی و بانک های این شیخ نشین از ارائه خدمات به بازرگانان و طرف های ایرانی و محدودیت های ایجاد شده در اثر تحریم های بین المللی است. بخش دیگری از این کاهش در پی سقوط ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی در تلاش هستند با اعمال تحریم‌های اقتصادی از پیشرفت برنامه هسته ایران جلوگیری کنند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس مذاکره با آمریکا را منوط به رفع تحریم ها دانست. محمد علی پورمختار در گفتگو با خبرنگار فارس پس از بیان این مطلب افسود آمریکا برای مذاکره با ایران باید دست از دشمنی های خود علیه نظام بردارد. در غیر این صورت طرح این مسئله فریبی بیش نیست. به گفته آقای مختاری وجود تهدید و اعمال فشار از یک سو و طرح مسئله مذاکره از سوی دیگر شرایطی نابرابر است و نمیتوان به آن اتکا کرد مختاری در ادامه با اشاره به صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر ایران در رابطه با مذاکره با آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران هیچگاه زیر بار تحمیل و زورگویی‌ها نمی‌رود. مصرف روزانه بنزین در ایران 38 درصد افزایش یافته است. خبرگزاری فارس در گزارشی با اعلام این خبر علت افزایش مصرف بنزین را سفرهای نوروزی و تخصیص سهمیه ویژه عید در سال 92 عنوان کرد. بنابراین گزارش مصرف بنزین کشور تا پیش از تعطیلات نوروزی به طور میانگین 65 میلیون لیتر در روز بود اما بر اساس گفته های مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران مصرف بنزین با شروع تعطیلات نوروزی به روزانه 90 میلیون لیتر رسیده است این در حالی است که انتظار می روید با آغاز دور دوم سفرهای نوروزی مصرف روزانه بنزین تا 100 میلیون لیتر افزایش پیدا کند جهش میزان مصرف بنزین در ایران تا مرز 90 میلیون لیتر در روز در حالی است که به گفته علیرضا زیغمی معاون وزیر نفت کل ظرفیت تولید بنزین ایران در پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی روزانه 61 میلیون لیتر است ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودید مشروح خبرها را در ساعت 22 به وقت تهران خواهید دید وقت خوش